همیشه امیدوارم حال همتون عالی باشه. امروز اومدیم یه قسمتی از شهر آنتالیا که برای مخصوصا ایرانی ها خیلی قسمت گمشده ایه، یعنی اصلا ایرانی ها اصلا توی این حوزه زیاد وارد نشدن و زیاد کار نمی کنن. ولی خیلی خوبه که بدونیم آنتالیا به عنوان شهر مزارع توی ترکیه معروفه و بازار مزارع توی آنتالیا کلن. هر کسی توی این حوزه کار میکنه حتی با خارج کشور بازارش اینجاست. و اینکه یه دونه از سرمایه گذاری های خیلی خوب و پربازدهی که میتونید تو آنتالیا داشته باشید همینجا مزارع موزه. نزدیک حالا اعدادش واسه تو میذارم چون یه تبدیل کردن اینی که این اعداد و اینا به ترکی میگن و به ترکی که میگن مثلا یه چیز مخصوص موزه، حالا اعداد واسه تو به متر مربع در میارم که مثلا برای مثال بگم که اینجا چقدر هزینه اولیهش میشه و هزینه های ماهانش چقدر میشه و سودی که هر سال برای شما خواهد داشت چقدره و در آینده اصلا کلن این سرمایهش چجوری زیاد میشه. راجع به اینا براتون یه اطلاعاتی میذارم و اینکه حالا کلن خواستم که همراه من باشید، خیلی فضای جالبیه. اصلا حالا از عمرم واسه میگیرم اینجا خیلی نم داره، منم ماسکم هم زدم و کلن تنفس واسم خیلی سخت شده. صحبت کردیم، خیلی ممنون شدیم از آشنایشون. احمد بی ترکی صحبت میکنم، بعد ترکن ذاتن، ترک افغانستانن و خیلی جالب بود. طالب و همچین آدم من روبرو نشده بودم که هم ذاتن ترکه، هم خارجیه، هم فارسی بلده، یعنی هم میتونه ترکی رو کامل صحبت کنه هم فارسی رو خیلی صحبت کنه. آره یه سلام علیک کن. سلام علیک بچه ها. آره خیلی لذت بردم، هم ترکیش خیلی زیباه هم فارسیش خیلی زیباه و خیلی ممنون شدم از آشناییش. خواستم یه فیلمونو بگیرم من رو تون فعلا خوش تکرار پرشتر.